بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب خدمت همه رفقا. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و خرم باشید. زندگی بسازه با زندگی بسازید. تبریک میگم برد مقتدرانه تیم فوتبالمون رو در مقابل ژاپن. اینجوری شروع کردیم، اینجوری تموم کردیم. میخوام یه سری نکات راجع به این حرف بزنم. توی مسئله بازی قبلی با ژاپن، باخت با ژاپن، یه حرفایی زده بودم. توی جام جهانی هم یه چیزایی تحلیلای فوتبالی فرهنگی راجع به فوتبال کرده بودم و امروز دیدیم که شاید روز قبلش هم توییت زدم که ما ژاپن رو توی ذهنمون برنده باشیم میبریم، چون این کلا یه مسئله فرهنگیه. دو تا کشور کره، سه تا، یعنی کره و ژاپن و استرالیا توی آسیا مسئله فرهنگی القایاتی به بیشتر کشورهای آسیایی کردن که اینها چون نماد سلطنت، نماد توسعه استعماری، نماد توسعه به دست حالا غربی ان، کشورهای فرهنگن و اقتصادن و سیاسی حالا یه خورده غربی تر، علاوه رسانه خیلی روی اینا کار کرده. ما فوتبالیستا ببینیم مثلا خیال کنیم این ژاپنیا خیلی چیزا، مثلا همین قضیه که الان شما توی کارشناسای فوتبال تو این چند وقت اخیر نگاه می‌کردی همش شخصیت آلمانی، آینه‌ام آلمانی فلان نمی‌کنه، آ چیز از چیز مربیای اروپایی ها اینا بالا برن، خصوصا این کلیزمن، اینها یارو تو عمرش با دو تا آلمانی زندگی نکرده، ببینه بی شخصیت ترین و بی روح ترین آدمای دنیا رو چطوری میگن که آی شخصیت فلان. یا ژاپنیایی که حالا جلوتر راجعش صحبت میکنیم، اینایی که میگم فوتبالشون، حالا من تو توییت هم این مضمون بود که اینا فوتبالشون هم مثل کشورشون داغونه، ما خیلی گندشون کردیم و اینها. و امروز دیدیم که اولا خب لطف خداست، وقتی که پای آرمان ها، پای کار خدا وایسی، خدا کمکت میکنه. دقیقا اون مسائلی که توی جام جهانی، یعنی خدا لغت کنه اون کسایی که کیروش و کیروشی پورها، خدا کیروشی پورها رو بگم چیکار کنه که کیروشها رو به این مملکت تحمیل کردن. حالا تو حوزه فوتبال یکیشه، تو خیلی حوزه های دیگه این نگاه غرب گدایی و غرب پرستی که مثلا به قولی شما رو همیشه خوار و ذلیل نشون بدن، کشور مقتدر مستقلی که استقلال داری، خودکفایی، خودتی، تیم خودته، همیشه ضعیف نشونت بدن تو همه موارد، نمیدونم کوچیک نشونت بدن، غربی ها، اجنبی ها، این باغ وحش اروپا رو، اینا که از بالا درخت اومدن رو بزنن تو سرت. میخوام راجع به این نواشی، این مسائل این صحبت کنم. اولا من خودم یه توییت زده بودم، نوشته بودم که ایران آریایی اسلامی سرزمین شیرانه، خودکفا، مستقل و مقتدر مدل توسعه استعماری رو شکست داد. تبریک به همه هموطنان غیرتدار و وطندار، مبارک هممون باشه. ببین اینها یه چیزی دارن، منتظر بودن ببازی بیان بگن تیم آخوندا شکست خورد، تیم جمهوری اسلامی بود و فلان. وقتی هم که ببری حرفش اینه که آی نمیدونم مصادره نکنید و فلان. حالا ما بارها صحبت کردیم راجبش، روزی میام نمیبینیم که بیان بگیم آقا جمهوری اسلامی خود ایرانه، ایران خود جمهوری اسلامیه، اینها هر کدومش اصلا بگیری هیچی وجود نداره. آره تیم جمهوری اسلامی برد یا تیم جمهوری اسلامی باخت، ولی این روزا رو امیدوارم بازیکنهای ما، مردم ما اینا رو یادشون باشه که واقعا دمشون گرم. حالا یه سری فیلم ها عکس ها میخوام بیام راجبش صحبت کنم. دمشون گرم، همدلی و اتحاد و باور و خود، همه خودکفایی، تولید ملی، اتکاب خودمون، ما میتوانیم. اینه ژاپن که علی داییتون، فردوسی پورتون، نمیدونم فلانتون، گفته خودشون قهرمان میخواد بشه، قهرمان این دوره رو 90 دقیقه تو گونی کرده بودی. اصلا علیرضا بیرانوند یه دونه توپ اومد حالا گل خورد، ولی اون اتفاق افتاد. ولی بعدش که این به قولی بچه های ایران خودشون رو پیدا کردن، اصلا ژاپن هیچ کاری نتونست بکنه. دیدید که واقعا مستحق بود به گفته کارشناسای حالا کشورهای عربی. دو تا پنالتی هم که حق ایران بود نگرفتن، چند تا یه گل، حالا میگم خوب بودیم دیگه، خیلی خوب بودیم، بیشتر از
علاوه حتی فوتبالی ها اینا در نظر بگیم، اما من موضوع بحثم فقط فوتبالی نیست. من حرفم بیشتر سر اینه که وقتی پای کار خودت، پای کار خودته، پای کار خودات بمونی، پای اصول و آرمان و اصل وجودیت خودت بمونی، خدا کمکت میکنه. ژاپن که سهله، با هیچی، با سیم کاردار بهت نمیدادن، با دست خالی جلوی ابرقدرت‌های دنیا وای میسی تو سخت‌ترین مسئله توسعه، اصلا توسعه علم، هر چی که تکنولوژی فکر کنی در خدمت موارد نظامی درست شده، فیزیک در خدمت بمب اتم بوده، نمیدونم علم و اینایی که پیشرفت کرده، جی پی اس تو به قولی برای کارهای نظامی ابتدا تولید شده، بی سیم، رادیو، نمیدونم رادار، همه اینا تو موارد مصرف نظامی، یعنی سطح بالاترین سطح علم رو بخوای نگاه کنی تو موارد نظامی باید در نظر بگیری، باید پیداش کنی، که میبینیم تو اون مسئله شما الان ابرقدرت‌های دنیا رو به زانو در آوردید. یه فوتبال که اونم فوتبال اصیل خودت، کشوری که از بچگی تو کوچه ها، گل کوچیکا، زمین خاکی ها همه فوتبال بازی کردن، از قدرت های دنیا اگه نگاه استعمار زده و زنگ زده غرب زده بعضی ها بذاره، خیلی جای بزرگتر و بلندتره هم خواهی رسید و حقته. و شما میبینیم به عنوان مثال لیگ شما تو آسیا این همه میزنن تو سرت، ولی نگاه میکنی از لیگای خوب دنیاست، این کشورهایی که تو لیگاشون پول میدن میارن، مدل توسعه فلان رو داشتن تو سرت تو میزدن، تو اینجور موارد میبینی که چیزم نیستن. حالا بعد اینکه بیشتر تیم های دنیا اصلا تیم ملیشون نیست، یعنی درست نگاه کنید تیم فرانسه، تیم انگلیس، اصلا تو قالب بازیکناشون فرانسوی نیستن، از ناپلئونشون ایتالیایی بود، بازیکناشون آفریقاییان، همینایی که استعمار کردن اومدن الان براشون میجنگه، یا انگلیس هم، ولی شما یک تیم اصیل، مربی ایرانی، یعنی خیلی تاثیر داشت به نظر من. و حالا اینا یه طرف، همه این بحثا اینا یه طرف، من خیلی دوست دارم ای کاش اینا رو یادشون باشه تو روزهای دیگه، تو روزهای سخت، به قول رامین رضاییان که میخوایم راجبش صحبت کنیم، فریب چهار تا فیک و اینا رو نخورن، توی مارپیچ سکوت نریم خودمون هممون. به قول رامین رضاییان دشمن شاد نکنیم خودمون. خیلی حرف درستی زد، حالا میپردازم جلوتر بهش، ولی این که و این یه حقیقته. ببین از دل مردم اومدن ایرانیان، تو ایران بزرگ شدن، تو ایران یاد گرفتن، با فرهنگ ایرانی اسلامی بزرگ شدیم، هممون خودمونیم، سعی میکنن بین ما رو فاصله بندازن، نمیدونم دو قطبی های کاذب و گسلا اجتماعی ناواقعی رو فعال کنن و یه روز مثلا یه اتخاصی گنده کنن تو رسانه اینا، ترفندایی که سبب. و فوتبال خیلی مهمه، ببین فوتبال خیلی مهمه که قبل جام جهانی برای اینکه 4 تا توریست تو کشورت نیاد، یه در ارز وارد نشه، یا مردمت مثلا پشت کشورت وای نشه، مثل قضیه رای گیری، حضور مردم تو هر عرصه خیلی مهمه. تو این جنگ ایدئولوژیک تمدنی ترکیبی فلان چند هزار ساله، حضور مردمت، پایکار بودنت خیلی مهمه. معادلات نظامی، سیاسی، دیپلماسی، منطقه‌ای رو، جهانی رو کلن عوض میکنه. و چه خوب که الان میبینیم که مثل دوره قبل تو اون فتنه نیفتادیم، فاصله بین بچه های تیم ملی، مردم، اینا اتفاق نیفتاد، آی نمیدونم اجازه ندادیم یه سری بهای کثیف بیان به اعتقادات اینا توهین کنن، بازیکن های فوتبال پای مردم، مردم پای فوتبال، من خودم هممون تسبیح به دست بودیم سر بازی، یا ابوالفضل بازی کردیم، بسم الله گفتیم واسه هر پاسی که اینا میدادن، و چقدر خوشحال شدیم از برد. امیدوارم که خودمون دوست و دشمن رو گم نکنیم. ببین تو روزهای سخت ماییم که برای خودمون میمونیم، هیچ کی نمیمونه. 10 بار صحبت کردیم، ببین میندازنمون جلو همدیگه، همدیگه رو لته پار کنیم، هر یه نفر که کشته شه 1000 نفر اونور دنیا فاکتور جیب میزنن. اینها ببین، بذار اول حالا این دوتا عکس هم ببینیم، بعد بریم سراغ حرفای رامین رضاییان راجع به اون حرف بزن. ببین
چقدر سوختن، چه کسایی سوختن از باخت این تیم، از خوشحالی مردم. یه مش تجزیه طلب و یه مش الان نشون میدیم. و این که میگم تیم جمهوری اسلامیه، تیم ایرانه، ایران و جمهوری اسلامی قابل جدا شدن نیست. جمهوری حکومت خودمونیم، هرچی اشتباه داره خودمونیم، هرچی خوب داره خودمونیم. خودمونیم دور و برمون رو نگاه کنیم، از بین من و توه. مهم اینه که خودمون رو پای خودمون خودمون درستش کنیم، بهترش کنیم، رشد کنیم. از استعمار جدا شدن همینه. مال الان نیست، به خدا چند صد سال استعمار داره تلاش میکنه بگه شما هیچ چیزی نیستید بدون ما. شما بدون انگلیس نمیتونید نفت، چاه نفت بزنید، نفتتون رو استخراج کنید. شما آبگوشت بزباش فقط میتونید بزنید. استعمار میخواد این کار کنه. یه مثال از اون طرفش رو نگاه کن. ببین پیروزی عربستان، این آقای احمدی نژادیه که الان چیز شده، نوشته بود که پیروزی عربستان بر آرژانتین از سر تصادف نبود، معجزه توسعه بود. همان پروژه محمد بن سلمان که در قالب اصلاحات اجتماعی، وهابیت زدایی از حکمرانی و سرمایه گذاری های عظیم مالی، انسجام، نشاط و مشارکت ملی را از 6 سال قبل در عربستان نهادینه ساخت. چه خوشمان بیاید یا نه، راه اصلاحات همین است. آقای فلان فلان شده، چه این وریش هم، چرا این وریش حالا نگاه کن، چه خوشت بیاد چه نیاد، ایران قوی شده تو همه زمین‌ها روی پای خودمون. و اینم توسعه آیت الله رئیسیه. خوبه؟ ببین مهم اصلا درست بودن یا نبودن این فرضیه نی، مهم استفاده این آدم‌های، حالا این چیزی هم نیست یاد آیا، به قولی روزنامه نگاری با طرف باشه ببینه کدوم ور چیز است. اما اصل قضیه این که دشمن شاد نشدیم، اینو باز خدا رو شکر میکنم. یه امیدوارم صدام بد نباشه، تو مانیتور خودم صدام خش و خش داره، تمرکزمو به هم میزنه. موضوع سر اینه که یه عمر زدن تو سرمون دادن معذرت خواهی ژاپنیا یا اسکل، هرچی فقط ولشون کنی هی معذرت خواهی کنن. یه چیزایی از اینا درست کردن، یا آلمانی های قانون مدار یا فرانسوی ها پشت چراغ قرمز خواهی کنن. ولی این ور قضیه اگه تو بکنی اصلا نشونت هم نمیدن، معلوم هم نیست. تماشاگرای ایرانی بعد بازی مشغول تمیز کردن ورزشگاه. آدم های با فرهنگی هستیم، با فرهنگ ترین مردم دنیا فرهنگ ماییم. فرهنگ ما ساختیم، تمدن ما ساختیم. ببین بحثم این نیست که ما خیلی بهتر از بقیه باقی بدن، نه، بحث اینجاست که مایی که فرهنگو ساختیم، اخلاق مال ماست. کشور آریایی، زرتشتی، اهورایی، ابراهیمی هستیم که تمدن خدای واحد، مهد تفکر، مهد فلسفه، اینا همه ماییم. از ما زدن تو سر ما، الان بردن چسبوندن فلسفه رو به فلاسفه یونان. یونان اصلا وجود تاریخی نداره، وسط سرزمین خشک و چیز کردن یه فرزن برعوت اومده اینجا ما شما رو شکست دادیم. پیامبرای آریایی، زرتشتی، ابراهیمی تو مصادره کردن به نام پیامبرای یهود. نمیدونم همه چیز تو دارن میدن سر از این ورم یه سری. خب استعمار این کار کرده دیگه، چیزهای دابل استاندار، ارزشهای دوگانه داشته باشن و در هر مسئله دنبال زدن ایران باشن. من میخوام اینو به حافظمون بسپاریم، امروز صحبت کنیم راجبش. یه روزی، روزهای دیگه ای لازمه که این حرفا شاید تو روز اگه باخته بودیم مثلا بگیم، مثلا شاید یه سری ها نفهمن، خشم غلبه کنه، فلان غلبه کنه، ولی تو این روزا بگیم یادمون بمونه. مانه رحیم، سلام و عرض ادب دارم. خدا رو شکر میکنم لطف خدا و اهل بیت شامل فوتبال ایران شد. لطف خدا و اهل بیت شامل فوتبال ایران شد. خدا رو شکر میکنم لطف خدا و اهل بیت شامل فوتبال ایران شد. تونستیم، یعنی الان خدا رو شکر فردوسی پور نیست که کیروشی به ما تحمیل شده باشه، الان اتوبوس نشونده بودیم اونجا، بعدش همه شخصیت اروپایی به ما بخورن تو سم. داری میبازی، شکست میخوری، شیش تا میخوری، فلان میخوری، بعد واسط گندش هم میکردن، گلش هم میکردن با یه سرمربی ایرانی، با بچه های فوتبالت سجده میکنن، دعا میکنن، بسم الله میگن، نمیدونم میگه مادرش دعا کرده، فلان، همون باورهای مردم عموم جامعه.
نزدیک به هم و برد. همبستگی تو همه زمینا همین میشه دیگه، انرژی مثبته. الان تو کف خیابون نیا کن، چیزی که کمه انرژی مثبت است، همه قر، همه انرژی منفی، همه بی بی سی و آشغال نشنال و مناطق کاری کرده که این همبستگی ها به این رفته. این باور به خودمون، این که آیا کار هم باشیم، دست و جیب هم نباشیم، بر علیه هم نباشیم، به این رفته. این فوتبال نشان خوبی از نماد غیرت و همبستگی ایرانه که میتونی ژاپنی که به گفته غرب زده های کارشناس های دنبال توپ دویده نبودم قهرمان میشد فلان میشد و زدی. من از همون اولم گفتم کره از ترس شما فرار کرد رفت اونور زمینه، تو ایتام هست تو تحلیلان فکر کنم گفتم از ترس شما رفت. اون هر روز داره با ژاپن بازی میکنه دیگه، از ژاپن که نمیترسید که، بلد به ژاپن میشن با ژاپن بازی میکرد. شما اینور مثلا فکر کنم ترجیح بدی به جای عراق بری با ژاپن بازی کنی، بابا مال اون هم همینه دیگه، اونی که همیشه باش بازیگر ترجیح میداد با اون بازی کنه، از ترس تو ایران چون همیشه به تو باخته رفته اونور. آی شخصیت آلمانی اجازه این کار، آی شخصیت آلمانی تو زندگی دیدی آخه شخصیت ها بی شخصیت در آدم های دنیا خیلی مسخره است. انگار بگی مثلا فرانسوی های تمیز، فرانسوی های با کلاس، فیلمه بابا، باشون زندگی نکردی، کثیف ترین آدم های دنیا. یا مثلا بگی مثلا سوئدی های نجیب جوکه بابا. آره حالا بذار اول حرفا رو امیر زنیان رو بذار، چند تا نکته خوبی داره. من فقط اینجا هم یه چند تا نکته بگم. تو روزای بعد، تو روزایی که روزمون نیست، ما دوست داشتیم کنار ما باشن یه سریا. تو رسانه ها خیلی ها کنار ما بودن، دمشون گرم، ولی یه سریا که قلم به دست دارن مینویسن، مطمئن باشن اون قلمی که دارن دست میگیرن مینویسن، دوست دارم شرف توش باشه، دوست دارم صداقت توش باشه، دوست دارم حرفاشو. ولی همین که ما همیشه روزنامه ورزشی اشاره کردیم، البته اینجا منظورش روزنامه ورزشی نیست، منظورش همینایی که فضای مجازی توییتر و فلان و اینها آی تیم مله ها، تیم آخوند و فلان اینا میکنن اینه. ولی یه حرفی هم میزنه زیاد مادرم میگم آقا این بچه‌ها همشون با شرف دمشون گرم این بازی رو بردیم که به همه به دشمن شاد نشدیم امروز. یعنی چیزی که خودم بچه‌ها گفتن نباید نشدیم. من میخوام یه ذره جلوتر راجع به حرف بزنیم. یه جا دیگه نکته دلار بود، مردم دغدغه‌شون زیاد میشه. حرف دل منه، چرا باید تو تورنمنت ها که ما میگم دلار قیمتش ان تومن بره بالا، میدونی چرا اینا میگن؟ قابل تعاملیه و اینم من تعجب میکنم رامین رضاییان چقدر خوب داره میبینه. آفرین، من خیلی دعا کردم ایشالله خدا نگه داره این بچه ها رو برامون و تو فتنه های متفاوت فریب نخورن و به قولی خدا خدا حفظشون کنه به راه درست. ببین یه مسئله که ما روی تحلیل جام جهانی هم حرف زدیم، الان هم یه اشاره کردم، اگه جام جهانی قطر کیشت میشد، شما کیش میشد مسئله منطقه که میومدن ایرانی های کل دنیا که حالا اونایی که مشکل نداشتن لااقل میومدن، پول وارد میشد، گردشگر میومد، فلان میومد. چرا؟ خب یه تأثیری یه دو تا بس داره. این همیشه با هم یهو اون موقع شلوغ میشه، یهو چون فوتبال نماد توسعه شده دارن روش کار میکنن و اینم تأثیر داره که دلاردارها برده های غرب، اونایی که گرامی دادن به آمریکا، میگفتن تحریم کن، تحریم ها رو بیشتر کن، از داخل فلان تیم فلان دولت قبلی اشاره میکردن که آقا تحریم ها رو فلان جاشو کن، چی کار کن، این جاشو چی کار کن، صرافی ها رو فلان میکنن، راه های دور دادن تحریم ها رو میبسن. الان روحانیشون زمین رد صلاحیت شد، یه 4000 تومان دلار رفت بالا، در نزدیک فوتبال به طور کل نزدیک 7000 تومان دلار. خب خوبه دیگه، مردم برای تماشاچی داخل ایران سخت میشه رفتن اونجا، بره اونجا شلوغ بشه، بره شلوغ بشه، تماشاچی ایرانی ورزشگاه پر بشه، داره حمایت میکنه، اینا چجوری بیان بگن این تیم ملا هست، این تیم آخوند هست، این تیم ایران نیست، مردم باهاشون مخالفه. میبینید بی تأثیر نیست. حالا اینو توی صحبتای چیزهاش میبینیم، توی صحبتای کارشناسای کارشناس که کارنشناسای آشغال نشنال. ببین اینجا یه ذره متوجه این ارتباط بشین. خب یه واقعیتی که
این مردم ما بازم هنوزم این تیم و تیم خودشون نمیدونن، تیم این تیم در واقع حکومتی میدونن و به خاطر همین هم از برای دیدن این بازی ها به هیچ وجه نمیرن، هیچ جوری نمیتونن هیچ وجه نمیرن. پس میبینیم، پس اگر یکی از خب ببین، شما همیشه وقتی یه اتفاقی میفته باید ببینی به نفع کیه. اگه فکر میکنی همه چی داره خود به خود تو اینجا الکی اتفاقی داره میفته، اتفاقی دلار انقدر میشه فلان میشه، آدم بیشتر فکر کن، دقت کن عزیزم، دقت کن. وقتی یک اتفاقی میفته به نفع دشمنته، بدون دشمنت دست داره توش، دستم نداره خوشحاله، میگه ایول داره بشکم میزنه، یعنی داری دشمن شاد میشه، یعنی از خداشه، یعنی دقل داره آرزو میکنه. به قول آمریکایی ها وقتی یه چیزی مثل اردک را میره، صدای اردک میده، شبیه اردک، شکل اردک، خب اردک دیگه. که ایرانی‌ها با فوتبال ایران قطع شده رو دوباره به چرخونه. من فکر می‌کنم تنها چیزی که این وسط گیر یک سری اومد فوتبالیست‌های ایرانی هستن، یک تاریخ برای خودشون ساختن. اما بعید می‌دونم که خیلی فوتبالی اونایی که فوتبال ایران دوست دارن از این برد خوشحال شده باشه. حالا حرفش اینه که مردم خوشحال نشدن و فلان، حکومتی ها خوشحال، راست میگه، حکومتیه، راست میگه، مردم ایران حکومتیان، البته به معنای جمهوری اسلامی، انقلابیان، انقلاب کردن، براندازای واقعی دنیا همین مردم ایران پای حکومت جمهوری اسلامی وایسادن، میخوان حکومت سلطه استعمار را زمین بزنن. مردم ایران مردم ایرانن، مردم پای کار نباشن این نظام دو روز هم دووم نمیاره. دو روز چیه؟ یک ساعت. نمونه شو بگم آقا، ارتش داشت رضا شاه زمان خودش، ارتشی بالاخره چیزی که نسبت به کشورهای مختلف، نیم ساعت هم دووم نمیاد، نیم ساعت مردم پای کار نباشن. و این حرفش درسته، تیم ملاهاست، مردم ملان، ایرانی ها همه ملان، ملا یعنی فهمیده، عاقل، با دین، با ایمان، دانش، مردم ایران همه آخوندن. نکات رو میکرد اوایل این مسابقات هم همین نکات رو میگفتید، الان احساس نه چیه؟ من همچنان از دست این بازیکن‌ها دلچرکینم، هیچ وقتم فراموش نمیکنم. ما نمیتونیم این خاطره بعدی که تو ذهن ما مونده، من خودم کینه‌ای نیستم، خواهشاً این برد رو مصادره نکنم، این برد مال بچه‌ی تیم ملی چون نیاز داشتم، این برد فقط مال ایناست، مال کسی حالا شد چی؟ تیم ملاهاست. ببین ببازه فلان بشه، تیم حکومتی ببره، یه چیزی هر چیزی به نفع شما باشه رو میگه مصادره نکنین، مال بچه های تیم ملیه. بچه های تیم ملی همین مردم ایران هن. بچه های تیم ملی همین حکومت هن. تو همین کشور مدرسه فوتبال باشگاه همین کشور رفتن، همینجا تو سایه امنیت همین کشور روش کردن، تو دعاهای این مردم، بدون دعای این مردم این بچه ها عمرن همبستگی نداشتن، بدون اون یا ابوالفضل و اون سجده ها، اون بسم الله، این همبستگی میاره. ایمان، این نماز جماعتی که مردم بغل هم میخونن، هم بستگی ملی میاره، با هم ایستادن میاره، مقاومت میاره. حالا اعتقادش میخوام بکنم، میخوام خونه آخرشو بگیرم، میدونی قصدم اینه. میگم اینا الان چند وقته دارن تلاش میکنن بگن این تیم ملاست، تیم ایران نیست. من میخوام بگم تیم ملاست، ما هم ملاییم آقا جون. دیگه چی داری؟ دیگه چی کار میخوای بکنی؟ چته دیگه؟ حالا برو بچوس، برو به چیز به خودت، عجز بزن، ناله بزن. ببین یه صدا بذارم گوش کنید. داریوش، لیلا اندی، لام اسم داریش، خدا لغتت یه داریش، انقدر لام اسمی صداش من دوست داشتم، من زندگی کردم با داریش. لام اسم، کاش یه جا میدیدم میشود یه یقش رو میگرفتم بودم بیا آدم شو، بیا لام اسم، بیا با ایران بمون، بیا واسه استقلال اقتدار و مملکتت بخون، بیا واسه مدافع حرم بخون. احمق، با استعمار موندی، حکومتی بدبخت، جیر خورت سلطه، با مجاهد خاک بر سرت. تو میتونستی واسه این مملکت، واسه این کشورت یه غلطی بکنی، یه صدایی لاغل داشتی، یه بالاخره یه چهرهش چیزی داشتی، یه وجه اجتماعی داشتی. خاک بر اون سرت که با مجاهده میشینی، خاک بر اون سرت که رفتی زیر سلطه دشمن این کشور.
خون بچه های روی دستای شما کثافت های حرامزاده است، بیشرف. صدات هم قشنگ لامصب اثیرم میذاری، اینه یه جادوگر، دقیقا اینه یه جادوگر. ظلم میکنید به قشنگترین حالت ممکن، از ریق بدبختی و بلان و... یعنی اصلا ناقصه میخورم من مخصوصا. حالا ببین، این که دشمن شاد نشدیم، این که حالا اینا دوست داشتن مثلا چند وقته این استراتژی تو فوتبال هم آوردن دیگه، چون تو فوتبال قبلا تو مناسب بین المللی جایگاهی نداشتیم، چیزی نبودیم، دیده نمی شدیم، اصلا موضوعیت نداشت. یه استرالیا رو به قولی اونجوری بردیم، اومدیم دیده شدیم، بعد دوباره نشدیم، بعد دوباره اومدیم، بعد کم کم داشتیم دیده میشد، کم کم توی به قولی صاحب چیز شدیم، این موضوعیت پیدا کرد، لحاظ رسانه‌ای شد استفاده که سریع اومدن روش که آقا این تیم آخونداست، نذارید یه موقع نماد سلطه دیدی که همون داوری میگفت، خیلی هاشو اینها راجع به عربستان که میبره میان میگن عربستان تیم بن سلمانه، تأثیر بن سلمانه، کار بن سلمانه. همین فردوسی پور یه عمر تو 90 نشست گفت آقا شما آخوندایید که نمیذارید فوتبال پیشرفت کنه. هی بحث مدیریت مشکل داریم، نه سیاست فلان، ما باید مدیر بیاریم، ما باید بریم مربی بیاریم فلان، اینو میگفتنی. الان اینور که پیروز شدم پس همون استفاده رو بر علیهش میکنیم، چون واضح و روشنه. یه بار دیگه بشنویم که این یارو رو اینا یادمون بمونه. بذارید صحبت نکنم. من یه بار برگشتم گفتم وای کیف میکنم وقتی ایران میبازه توی چیزهای بین المللی، تو کشتی میبازه، تو فوتبال میبازه، من کیف میکنم. بعد اصلا گفتم اینو بگیم، گفتم آره اینو بگیم، هنوز که هنوزه دارن منو لعن و نفرین میکنن. منطقش پشتش شد؟ منطقش این هستش که ما نجات پرستیم و از این پیروزی ها به نفع اون احساسات نجات پرستیمون و خود برتربینیمون سوء استفاده میکنه. این مشکل اینها، این سخنگوی اسرائیل ها، سخنگوی اسرائیل در ایران، دعیوس زشکلام، کذاب، کثافت زشکلام، سخنگوی اسرائیل. دیدی اینو با هویت ملیت مشکل دارن، اینا با همبستگی ملی، با اون ملی پرست، با میهن پرستی به معنای پاسداری، به اون وطنداری غیرت دارید مشکل دارن. نجات پرستی کشورت دوست داری، نجات پرستی که دوست داری تیم ملیت ببره. خب الان بردیم، الان برش ببین، الان تمام اینا دارن عجز و ناله میکنن و مصادره میکنیم. بله ما بردیم، ایران، تیم ایران برده، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران بزرگ آریای اهورای اسلامی برده. کور شوه در آن که نتواند دید. و مدل توسعه خودمونه با یه مربی ایرانی رو پای خودمون. تازه ببین فوتبال در واقع معنای توسعه نیست، در واقع حقیقتش اینه که شما مثلا مثل ژاپن باشی، فوتبالت خوب باشه، ولی هیچی مثلا استقلال نداشته باشی، یا مثلا مثل آلمان باشی که نتونی تصمیم بگیری برای خودت. اما تو دنیای امروز که مدل توسعه استعماری به عنوان نماد دارن میزنن تو سرت، خورده تو سرشون، با پهباد 100 دلاری زدی پدرشو درآوردی، همون حالت. وگرنه اینها، این آقایون، یه حالا به این میرسم، اینو بعدن کار دارم. ببین بله، این ایران و ژاپن مسافی به بزرگی قاره آسیا، قدمت و اعتبار فوتبال ایران در مقابل نوآوری و پیشرفت فوتبال ژاپن که از دهه 90 شروع شد. اگر بخوام از دیدگاه اجتماعی قدمت، فقط تو چون کهنه ای، فقط تو قدیمی، همین نوآوری و پیشرفت ژاپن قدمت، تو دیگه هیچی نداری. سیاسی تو کشور رو مقایسه کنیم به نتیجه خوبی نمیرسیم. یه کشور کاملا آزاد و پیشرفته که مردمی شاد داره، کشوری که بعد از ژاپن مردم شاد داره. ببین خب ببین مخاطب یه چیزه، ببین تو یه حرفی میزنی، مثلا من بیام الان اینجا یه حرفی بزنم، بگم ببخشید بله نسبت شما، مخاطبم قاقه، گاوه، هرچی بگم باور میکنه. بیام بگم ژاپن مردم شاده، ببین مردم مخاطب خودشو چی فرض کردن. اون
جنگ جهانی دوم تونست سر بلند بکنه و الگوی سایر مردم دنیا باشه در مقابل کشوری که در طول 4 دهه اخیر دائما افول کرده و حکومتی داره که به همه چیز فکر میکنه غیر از مردم خودش. کشوری که بزنم تو دهن حرفای خودشو بزنم تو دهن اونایی که میگن فوتبال سیاسی نکنید. مدل توسعه استعماری ژاپن تو هر زمینه ای شکست بخوره خوشحالم شکستش بدیم، چون مدلی طراحی کردیم که تو سیاسی که زیرمان یارو اومد خبر پیام رئیس جمهور اربابش رو گذاشت زیر باستنش جلوی فرمانده ما، جلوی رهبر ما دست به زانو نشست و مردمش هم بدبختن، بعد استقلال ندارن، راضی نیستن این قضیه. فکر نکنید اونا خیلی هاشون هستن که شاید کسایی که ژاپن رفته باشن یا ژاپن دیده باشن شاید برخورد داشته باشن که مثلا بگن حاضریم نون نداشته باشیم ولی خودمون پای چیز خودمون باشیم. حالا مسئله اینجوری هستش و مردمش آرزو دارن که 50 سال قبل برگردن. این موضوع در فوتبال ایران هم کاملا مشخصه. تیمی که آخرین قهرمانیش رو در سال 1976 به دست آورد، بعد از اون حتی یک بار هم به فینال بازی‌های جام ملت‌های آسیا نرسیده. ایران هم تمام این سالا به خاطر ضعف در مدیریت و مسائل دیگه از جمله اولویت‌های دیگه حکومتی نتونسته در فوتبال در سطح اول آسیا عنوان قهرمانی به دست بیاره. حالا آرزوی ما ورزشگاه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس که برای ما مثل یک شده. حالا که کور شدی رفتیم یه پای به قولی به یک چهارم هم رفتیم بالا، پس مدیریت و اینها هم حرفایی که میزنی سیزه رو دری بریه. اون کشورهای حاشیه خلیج فارس، سرزمین های اشغالی ایرانی، دهاتامون تو امارات و قطر و کویت و نمیدونم فلان قسمت عربستان بحرین ها در زمین های اشغالی، اونی که آرزو چیده شده توی بدبخت نشستی اونجا داری از سقوطی پول میگیری واسه اونا داری دوم تکون میدی مردک. ببین به چه روزی افتاده بدبخت. ببین مثلا تو ایران کارشناس الان میتونست مثلا اینم مثل باقی ملت ایران خوشحال کنه، خوشحال باشه دیگه، خوشحالی کنه دیگه، ولی قصهشون گرفته، عجز و ناله میزنن بدبخت های سوسمار خور. بای بای ساموری، بای بای ساموری. یه چیز دیگه هم اینجا خوب بود بهش اشاره کنم، تو تحلیل‌های قبلی گفتم این ما اینجوریم دیگه، مثلا مسلمان‌ها دوست دارن تیم مسلمان ببره. خیلی از کشور عربی برخلاف خیلی از حاکمشون اتفاقا، حالا به جز عربستان اونا چیزن، اونا واقعا مقصوری شدن، از برد ایران خوشحالم، برای ایران دعا می‌کردن. این یه مسئله. شادی مردم اینا رو که حالا زیاد دیدید. این بازیگرای سینما اینا فکر کنم خانه سینماست. اینا توی جام جهانی افتادن تو مارپیچه به قول توی دیکتاتوری جمعی که از طرف فیکای مجازی القا شده بود، این تیم آخونداست، این تیم ایرانی، شما نمیدونم طرفدار جمهوری، فکر کردن جمهوری اسلامی داره میفته. بالاخره صحبت کردیم راجع به مسائل اونجوری، همه سکوت میکردن، از تیم ملی حمایت نمیکردن که تیم ملی بره جلو انگلیس 6 تا بخوره. تو فکر میکنی انگلیس چجوری داره اومد؟ انگلیس اصلا تیم هیچ وقت نمیشناتی چجوری یا آمریکا تو همه موارد، تو همه زمین ها، نه تنها ورزش، تو جنگشون، تو اقتصادشون، همشون دزدین، دزدن تو همه چی، دزدن فوتبال هم همون کار رو راه انداختن. یکی از دلایلش یه تیماشون، چون فکر کن تو جام جهانی اگه میومدی همه مردم پشتت بودن، به جای کیروش فردوسی پور و کیروش یه پوفیوزی مثل اونها، یه مربی با شرف و با وجدان و با ایمان با غیرت داشتی که غیرت هم میفهمید، شرف هم میفهمید، به جایی که اتوبوس بچینه لبه چیز آبروتو ببره 6 تا فلان میشه. بعد بچه ها هم چرف کن آقا سرودتو بخون، محکم باش، سرود اون همبستگی اولیه است. انگلیس رو میبردی، آمریکا رو میبردی، فلان میبردی، میرفتی بالا، میدینی چی میسوختن. ولی الان دیدیم وقتی اونها دستشون قطع شد مردم بیدار شد، میگم واکسینه شدیم در برابر مردم، یه خیری هم داشت این شورش های اجانب و سیمپ های
چیزلیس و شروین های سیمپ چیزلیس و به قولی زامبی های چیز که پشت دشمن را افتادن، یه خیلی هم داشت، مردم واکسین شدن، فهمشون زیاد شد، اون هیجانات، اون به قولی خشم ناشی از هیجان هم تخلیه شد و الان میبینیم همین همبستگی فقط الان یه مقدار تو مسئله اقتصادی هم یه مقدار ذهنمون برسه به اون همبستگی. تو رسانه صحبت کردم تو ویدیو قبلی، همبستگی و بسیج عمومی را بیافته که انرژی مثبت توی جامعه، این سطح القای ناامیدی بدبختی که رسانه‌های خارجی دارن انجام میدن رو خونسا کنیم. توی اقتصاد هم بتونیم آقای دلار رو بزنیم و دلار زدایی کنیم و مسئلمون از دست چنگ دوروری های روحانی ها اینو فکر نکنید. دولت ببین، اینها بخشی که صاحب سرمایه است خیلی تاثیر داره، اینها رو بتونن نظارت داشته باشه، کنترلش، از لحاظ اقتصادی هم وضعمون خوب بشه، بتونیم مدل توسعه غربی رو شکست بدیم، مدل خودمون کار میکنه، بهتر کار میکنه. بچه های تیم ملی کشتی، اینم بازم بسوزن اونایی که اون ور نشستن که دنبال یه چیزایی هستن. حالا وقتی مربیت پای کارته، به قول ایرانیه، دلش واسه این مملکت بیسوزه، مثل بعضی یعنی بعد بازی چمدونشو جمع کنه بره اون ور تازه شکایت مالی هم بکنه، بعد بر سجده شکر میکنه. دمت گرم آقای قلعه‌نویی. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. و اما مهدی طارمی بین‌الحرمینیه و هر موقع حالا این فیلم ها رو دیدید تا جا بین رو کار ندارم، دشمنشون هم همینه، دعوا سر علیه، دعوا تو همه زمینه ها ایدئولوژیه. من اصلا چیز ندارم بگم نه این تیم آخونده نیست، این اتفاقا تیم آخونده هست. ما همه ایرانی ها همه آخوندن، یا همه نمیدونم، یکیم، خودمونیم دادش من، خودمونیم. این که میخوان دعوای مثلا جدا کنن، این اولش، همون اولش، من به شخصه این چیز منه دیگه، من میگم همون اولش رو وای میستم، همونجا سنگر میبندم، نمیذارم جلوتر بیاد. اول آخونده تا جدا کنه، بعد معلمت تا جدا کنه، بعد نمیدونم ورزش کشتی تو بگه، این زورخونه یا تو جدا کنه بگه اینا علی علی میکنن، اینا مردم نیستن، بعد نمیدونم والیبال تو جدا کنه، بعد سلبری یا تو جا همه رو جدا کنه. از همون اول ما میشم آخونده، تو همونجا نگه میدم، یا خودمونیم، بعد و خوب خودمونیم، اشتباه درستش خودمونیم. اما هیجان زده میشه این هایی که بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض. خب یه بار دیگه که این اینایی که چزیدن، بذارید ابسره صحبت در یه چیزی هم بگم. خیلی علی دایی آدم چم فهمیه تو مسائل سیاسی، خیلی راحت خرش میکنن. شخص نظر شخصی من، اگه یه نفر برای من نماد عقب افتادگی تو عرصه فوتبال باشه، این کیروشی پوره. کیروشی پور دیدگاه نظر، ببین اینم یه آدم ها، این خودش هم تلفاته، این خودش هم ابله. فکر کیروشی پور تو این مملکت رخنه داره سالهای سال اینه. و الان اینا فکر بکنی چرا، ببین دست میذارن روی آدمای خاصی و به سمت خاصی ببرن. علی دایی از اول هم احمق بود، همین کیروشی پور یه کاری کرد، علی دایی که اسطوره بود یه کاری کرده بود، اصلا دیده نمیشد. علاقا الکریمی هیچ غلطی نکرده بود، گنده شدش. بس که اینها تو حالا همینا، همون قلم به دستای بی شرفی که اتفاق رامین رضایی هم یه اشاره کم تو نمیدونم دقیقاً چه جریانی ان تو روزنامه‌های ورزشی زیاد کار میکنن اینها. اول علی دایی ما یادمونه قشنگ، جلوی عابدزاده میذاشتنش، عابدزاده محبوب بود، بعد علی کریمی، علی آقا نشد،
تو پرسپولیس علی آقا پروین بود، تو اینجا علی آقا کریمی بود، الان علی آقا را میندازه. احمق، یادت رفته اون روزها رو؟ بذار بیارم آقا خدمت. اینقدر میفرستم دعوا میکردیم ولی اوج دعوا، یعنی مثلا تو برنامه 90 با هم دیگه فیلماشو بعد میفرستم دعوا میکردیم ولی اینقدر هم دیگه دوست داریم، واقعا لذت میبرم که همچین بابایی، یعنی سوسمار دعوا میکردم، میزدمش، خرابش میکردم، خرابش میکردم، همون موقع علی کریمی رو میوردم تعریف میکردم ازش، فلان میکردم، انقدر دهنش رو سرویس کردم که بهش گفتن، مردم گفتن حکومتی. من گردم الان دوباره اومدم خرش کنم. اون موقع ازش سوء استفاده کردم، آقای گل کشورمو قول دادم به سمت خاصی، زدم داغونش که الان آوردم اینجا، دخترش رو آوردم سوء استفاده کنم، 4 تا ویو بگیرم، 4 تا پشم یه ذره دختر بچه، ببین تجاوز یعنی تعدی، چه میدونم، حالا کلمه بدی نگم، سوء استفاده یه آدم دیگه چه شکلی میشه، آقا تو چه بخوای واسه لذت بدنی فیزیکی، چه لذت این که پول بیاد، چه لذتی که شهرت، چه یه چیزی کسب کنی دیگه، یه چیزی اون بده تو بگیری، یکی دهنده باشه یکی گیرنده باشه، مثلا یکی بیاری 4 تا موهاشو بریزه بیرون، دستمالیش کنی که کار مثلا جنجالی بکنی، دیدیم گفتم بارها گفتم عرصه یه رسانه امروز جنجاله دیگه، فردوسی پور بابا سگم دستش نمیده، عمش هم نمیشاخه اگه صدا سیما نبود، الان هم از صدا سیما چیز کرده، مسائل فساد و ایجنت بازی و نمیدونم بازیکن فلان کردن و مربی فلان کردن و مافیای فوتبالی که راه انداختن رو شده، حالا سر این زدنش کنار رفته کنار، اگر میتونست مطمئن باشه این آدم میومد، حالا البته خدا جای حق نشسته، قضاوت نباید کرد، ولی چیزهایی که نه اصلا شاید نباید اینجوری قضاوت کنم، ولی خب میگم هم شبیه اردک، هم صدا اردک میده، هم مثل اردک را میره، اردک دیگه با چشم ندیدم، اما وقتی کنار هم میذارم پانتلا را میبینم، آقا خب اینا الان اگه دستشون میره، الان شروع کرده هی علی کر بازی کنار میاره، هی اسم علی کریمی تو برنامهاش بیاد، یا مثلا این کارا میکنه که 4 تا ویو بگیره، این اگه چیز میتونست، اگه نمیترسید از یه سری کارها چیزا شروع بشه، مثل قضیه رد صلاحیت ها، یه گویی بالا میارن بعد میگن ما رو رد صلاحیت که به دلایل سیاسی نمیان چیز کنن، این یه همچه حالتی داره به نظرم، ولی همین که الان میبینیم با هیجان اینا به چیزی برسی که با جنجال اینا بخوای 4 تا مخاطب پیدا کنی، که میگم که بدون صدا سیما آدمتون کرد، اونورم رفتید فکر کردید 4 تا برانداز میان ازت حمایت میکنن فلان، گیر میکنی میشی مایوس نادان. برید ببینید آنالیز کانالاشو نگاه کنید، صفر تا سابس به جز لایک و ویو خریدن که کاری نداره که، سابه ببین صفره، بعد هی دستمالی کنی دختر مردا. علی آقا تو چرا عقلت نمیره؟ تو چرا فکرت باز نمیره؟ چرا نمیفهمی اینا دارن سوء استفاده میکنن ازت؟ تو قهرمان این مردم بودی، تو اردبیلی با غیرتی قرآن میخونی، نمیدونم خیرات بکنی، فلان میکنی، یه عمر حکومتی بودی، یه عمر پای انقلاب بودی، پای اسلام بودی، یه عمر محرما میومدی، تو چرا نمیفهمی؟ تو چرا نمیفهمی اونی که نشسته داره پرچم امام حسین رو توهین میکنه، اون علاقه کریمیتون یه عمر اینجا باعث مشکلات تو شد، الان هم رفته، الان به قولی عمل بنده های چیز دارن سعی میکنن تو رو خر ازت سوء استفاده میکنه واسه 4 تا ویو، تو چرا نمیفهمی؟ یه اون پا کار وایسادی، هزینه دادی، تو شات خاکی بازی کردی، کوچه خاکی بازی کردی، به فلان جا گل زدی، فلان کردی، اینا جلوت بودن، الان اومدن دوباره دارن ازت ماهی میگیرن، تو چرا نمیفهمی؟ ممکنه من یه دختر بچه رو بیارم به این حالت، حالا من کاری ماهی ندارم، به زور بیاره بشینه اینجا معذب و فلان، بعد هی دست بزنی به دخترت، باشه نگاه غیرتت کو تو آدم با غیرتی بودی، تو رو کی اینجوری کرد؟ یه وزق، یه سوسمار دروع زیراب زن بیاد
واسه برنامه‌اش چیز کنه که مثلا 4 تا ویو بگیره بیاره دختره تو جلوی چشمت هی دست بزنه بهش، دیگه تعدی چی میشه؟ من کاری به اعتقاد ایناش ندارم و به نامحرم دست بزنیم فلان نداریم، ولی حکم این قضیه رو نگاه کن اصلا، تو یه ذره عقلت رو واقع کن. علی دایی اون اردبیلیه بابا، این قرآن میخونه، یه کسی دیگه باشه به جهنم، ولی این آدم فرمون اینو دارن میزننش. این یکی از بزرگای اینجوری من گفتم فرق ببین، اینا دنبال اینن که هرچی داری و بزنن، و اینم متاسفانه عقلشون نمیرسه به این قضیه، به خاطر داره بازیچه یه چهار تا یه آدم اسکلی میشی که آره ما قبلا خیلی دعوا میگه، الان چی شده دوست شدی باش؟ چی شده الان همه میدونستن تو علی دایی رو چیز میکردید، صداشو مسخره میکردید، زبونش چیز بود و چیز میکردید. از اون به من رمشیدی هم چاره ای نداره، اون باید یه جوری تو چشم باشه دیده بشه، باید که اونم البته اینم نیاز نداره از اون بیشتره، ولی تو واقعا حیفی، تو حواست بابا اینا رو یادتون باشه. حالا زورت کردن اونوری ادای ضد حکومتی در، ببین الان وقت میوه چینی، یه اونبت گفتن حکومتی، الان وقتی بود که تو باید خودتو میموندی اینجا، به قولی خودتو محکم نگه میداشتی، هم کمک میکردی هم کمک میشدی، نه اینکه یه کاری باید بکنن یه آدمایی که بیان از دخترت استفاده کنن واسه 4 تا ویو. آخه خیلی ببین، حالا من نمیخوام نشون بدم، یعنی شما یه لحظه نگاه کن. من نمیدونم چی جوری، نه خانوم هم به من گفت، من نمیدونم چی جوری، نه خانوم هم به من گفت، نه دیگه به همه با هم هم برنامه بودی شده بود، ولی الان تحصیل نداره برنامه شده، این حواست به بیرون بوده، من حالا هشی بوده چی بوده گوشت من چی بوده، این شکی درست میشه، بچه رو به زور رو برو نشوندن جلوی دوربین واسه چهار تا چی؟ چرا انقدر دست میزنی به دختر مردم؟ قبل از اینکه بتونم بیا بیای خب اینقدر با هم دعوا کردیم، اینقدر با هم دعوا، ولی ببین خیلی هم دیگر دوست داشتیم در اوج دعوا، یعنی مثلا تو برنامه 90 با هم دیگر فیلماشو باید میفرستم دعوا میکردیم، ولی اینقدر هم دیگر دوست داشتیم، واقعا لذت میبرم که همچین بابایی داری، خیلی تبریک میگم، ایشالا که همیشه همینجور عزیز خوشگل. چطوری از این چاپلوسی تو حالت به هم نمیخوره آقای علی دایی؟ مهربون باشی، سایه شد باشی، از سوارهای آره عزیزم نمی کنید دیگه، تو راحت نیستی برو، عزیزم خوشحال کردی بابا تو لونه اون برازا بیرون، بله ایران و ژاپن اون بخشاش نیستش، ولی همین که به این فکر میکنی دیگه، ببین اینا میرن اونور اینجوری هن، یه لحظه فقط بهش فکر کن آقای علی دایی، فریب نخور، ببین هر یه نفر کشته شه فاکتور میشه واسه هزار نفر اونور، به کتفشون هم نیست، تو هم همین، تو هم دعابودت میکنم، تو هم کشته، اینا به قولی در حیرتم از مرام این طایفه زنده کش و مرده پرست، تو هم کشتن دلان دارن میپرستنت، تو هم کشتن، تو اسطوره بودی، علم داشتی، مدیریت دارد بودی، فقط شعور نداشتی، یه داری شعور کم بود، راحت فریب میخوردی، راحت فریب میخوردی، الان هم راحت فریب میخوری، تو میتونستی نگاه کن دیگه، اونی که اینا گندش میکردن در مقابل تو الان اونور نشسته چیز میکنه، اون آدم میخواست بیاد رئیس فدراسیون بشه، نشد، بهش رأی ندادن، رفت اونور اینجوری شد، ولی تو خیلی کارا میتونستی بکنی، فنگ نباش، چهار تا مگس دور شیرینی هن بازی میکردی به سنگ مینداختن، الان هم آوردن دخترتو، دخترت داره ویو جمع میکنه، حالا تو این ویدیو نه چیز نیست، یه این ویدیو تیکه تیکه شده اون قسمتش نیست، انقدر دست میزنن به دختر، مگه عموش انقدر دست نمیزنه به دختر مردم جلو باباش تو برنامه زنده،
اصلا بابا که برنامه خارجی ها نگاه کن، یه مرد به یه دختر دست، حالا البته خارجی یه ذره فرق، چون بعضی پدوفایل هست، پدوفیلی منظور بچه نوزاد نیست، منظور مثلا خیلی جوان باشه اینهاست، اونا از این میترسن، سعی چیز نمیخونن تو مثلا تو رسان، حالا اونایی که انگلیسی نباشن میدونن یه ذره محتاطانه عمل میکنن. حالا ما اونو چیزا رو نداریم ایران، خدا رو شکر فرهنگمون میگم براندازه غیر فلان اینا حداقل این چیزاتون نیست، ولی این مهربونی زیادی، پسرخاله شدن زیادی توی برنامه فلان توی جامعه ایرانی با کسی که اسطوره مملکت بوده، احترامی براش قائل شد، دخترشه، گربش نیست که این برچه تحت رو سرش بکشی، دست به بدنش بری، دست به شونش فلان بمان. خب خرد دارن میکنن، دارن بازم دارن، والا نمیدونم، این احتمالا چیزاییه که شاید بعدم بگم که درست نیم، بالاخره با آبرو غیرت آدم بازم، والا آدم دلش میسوزه، اینا سکوی پرتاب یه عده آدم چیز شدی بابا، اینها تو الان تو این برنامهش نره، این میمونه بازم بهش نمیدن، تو خودت در این سطح پایین میاری که عاقبتت میشه علی کریمی دیگه، میشه مزدک میرزایی دیگه. اصلا چرا من راجع به این حرف زدم؟ ولی جا داشت. بزرگی آسیا خدمت و اعتبار فوتبال ایران میخوان سر به تن تیم ملی ده باشه، چه برسه به بازیکن تیم ملی. اینها میخوان سر به تن هیچ چیت نباشه. اینها البته این مرده که میزایی هم که به قول اینا تو بازداشتگاه اون شبکه واسه یه چندر توف میندازن میچیزنشون و بعد یه توف هم میندازن جلوشون رو میرن. اصل قضیه اون استعماره که اینها رو داره دست میچرخونه، داره این فکر استعمار زده رو میکنه تو کله یه خری مثل کیروشیپور. دلیل شکست های متعدد ایران تفکراتی بود که کیروشپور القا کرد به جامعه ورزشی، به اینکه ما بدبختیم باید بریم کیروش بیاریم. اینام خودشون تلفاتن، میگم که اینام تلفم کیروشپور، این که تو ذهنشه، این من نمیگم این قصد آزار جنسی داره دست میزنه به دختره، ببین اینجا اشتباه نگیری یا این میخواد بگه خیلی کولم، من خیلی روشن فکرم، وای ما چقدر عادیه برامون. حرومزاده تو یه مردی، یه بچه سن بچته داری بهش دست میزنی، کول و روشن فکر اینا نمیگم، یه چیزایی تو جامعه ایرانی حرف میزنی میگن عمالی بددلی غیرت، اینا رو باید بری تو آمریکا حرف بزنی، باید بری تو انگلیس حرف بزنی. یکی اومده بر علیه برخلاف عرف توی جامعه یه برنامه ساخته، یه دختر جوون کوچیک، بچه کوچولوه، اون بچه کوچولوه الان نسبت به مثلا چیز بهش فردا انگ میزنن ای پدوفایل ای نمیدونم فلان. بعد تو انقدر احترام قائل نبودی واسه اسطوره مملکتت، اووردی توی چیز به خاطر چهار تا. البته میگم شاید ذوقشه، شاید شوق کیک است، بهش فکر نمیکنه، به قولی به این حالت نگاهی نمیکنه، شاید فرهنگ خودشون واقعا کثافته، مثلا از این فرهنگایی که مثلا حالا نگم، ولی شاید حواسش به عرفی که داره نگاش میکنه نیست، به بینندش حواسش، البته بیننده یه نداره این پوفیوز، ولی شاید حواسش نیست که تو داری با این اسطوره‌ای که اووردی بغلش دخترش داری چیکار میکنی، اونی که داره میبینه چه فکری داره. تو احترام گذاشتی واسه علی دایی، له و لبردش کردی روز تولدش. شما چرا ببین این همه سال به این نکته فکر کنید، ببین اینا بیت الکی نی، اینا زیر بغل مار نیست، توهم من نیست، من اصلا من شخصا از این، البته الان که مسلمونم دارم این اعتقاد، ولی قدیما بودم مسلمون بودم، بعد یه مدت نبودم اونور بودم فلان بودم، همین الانم هم دو تا سه تا آشنایی داشته باشم که مثلا از اونور میشناسم تو ایران دخترن، من بی حجاب و فلان و اینان، البته الان من چیز نگه میدارم، مرز نگه میدارم، ولی چرا اینو گفتم؟ خدایا از دهنم رشته کلام در دستم در اومد. شما فکر نکنید اینها
الکی آینه من کوله فلانه نشستیم خیلی روشن فکریم، بغل دست تو بغل هم رفیقیم داریم سیگار میکشیم تو جنگل فلان میکنیم بما میکنیم، ولی مسئلمون جنسی نیست و اینا نیست. همین تو اگر جلو آبروی این طرفتون، حالا این مسئله شم یه طرف، اینا رو ولش کن، نمیخوام اصلا وارد این مسئله شم، اصلا مسئله اعتقادی اینا نیست، اصلا فرهنگی هم در نظرش نگیر، همین اش جامعه نگاه، جامعه شناسی بهش نگاه کن، جامعه هم نه چه میگن، همین رسانه‌ای بهش نگاه کن. چرا برای اولین بار شما میبینی علی دایی ترند شده؟ تولدش جلو تیم ملیت بذارنش، همین فکر کن. چرا دارن بازی کردن بابا این احمق؟ من راجع به اون نردمون سازیه گفتم خیلی نمود داره تو همه این مسائل. بابا آدم ها یه جایی میرسی ببین اینا میخوان بزنن زمین، سر به تنت نباشه آقای علی دایی، احمق نباش، اینا دشمنای واقعی اینان، تو رو خراب کردن، تو کسی بودی مال خودت، تو علی کریمی نبودی که مجبور باشه جنجال کنی تو چشما بمونی. برید واقعا نگاه کنید، آقا برید بازیاش خلاصش رو نگاه کنید، بدون چیزهایی که رسانه ها بهتون دادن، هیچ بخی نبود، هیچ غلطی نکرد، دو تا دریبل واسه تیم ملی واسه فلانت نداد، 100 تا بازی یه دونه میزد، بعد دعوا میکرد، داور میزد، اینو میزد، اخراج میشد فلان، پدر تیم‌ها رو درآورده بود. گندش کردن برای همین مسئله سیاسی. یه پرچم پارچه سبز 88 ما خودمون قشنگ یادمونه، پارچه سبز بستن شجریانی که همه فوشش میدادن مسخرش میکردن، ما فوش میخوردیم بخاطرش، شجریان گوش میدادیم، من داریش گوش میدادم، شجریان گوش میدادم به من، ما رو مسخره میکردن، بچه پایین شهر بی کلاس فلان عقب افتاده داتی هنوز شجریان، ها 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 ها، یک ساعت میذاشت تو ماشین شجریان میذاشته، یاره میگه بابا یاد بدبختی همونو، داریش میذاشته یاد بدبختی همون افتاد فلان گذاشت. حالا داریش از اول چیز وطن وطن میکرد که البته، ولی سیاسی وطن وطن نمیکرد به جز چند تا مسئلش، حالا اون خودش داستان، یه روزی راجبش احتمالا صحبت کنم راجب جریان موسیقی، ولی اصلا سیاسی وطن وطن اینا میکرد، حالت چپی داشت بیشتر، ولی نه چپی مجاهدی یا اینجوری، اون یه بحث چیز دیگه دارم. اتفاقا میومد از حضرت علی روایت، چپی سیاسی کمونیست اینا رو نمیگم، چپ کردن به مثلا به لج چپی، حالا اینو باید یه روز چیز کنم، مثلا هم قضیه شریعت اینه یه ذره پیچیده است، جاش نیست اینجا. بعد از حضرت علی روایت میخون، میومد نیایش میگفت، میومد دوباره میسازمت وطنشو، فیلمشو ویدیوشو ببینید، تصاویر انقلاب ایناست، اصلا داره حمایت میکنه خودش هم قضیه. ما تا میبینیم الان شرایط، الان میفهمی شرایط چطوری، اینا میترسیدن ابراز وجود کنن، الان هم پیر شده، پیر ترسو نشه فلان، عملی ترسو فلان، لاشی بازی هم که در میارن دور و بر، یاد میترسه میره با مجاهدی میشینه. این عکس این کثافت مردکی، کثافت وطن فروشو بردارم، این کثافت ها مردک و فقانی و نمیم، این کثافت ها اینا هیچی نیستن، هیچ پخی نیستن، هیچی نیستن اینا. ولی یکی مثل علی دایی رشته کلمت دستم بازم پاره شد، یکی مثل علی دایی یه کاری کرده، یه کسیه، یه سوادی داره، لیسانس داره، نمیم چی داره، ببین لیسانس اینا اون موقع سواد بود، الان شاید همه دکتر باشم، بیا من مسافر کشم توی مملکت، من دکترم، فوق دکترای هوش مصنوعی، پسا دکترای یه دو تا چیز هوش مصنوعی دارم، الان شاید الان همه دکترن تو ایران، چون ایران پیشرفته است، ایران علاوه بر بهداشت و آموزشی و اینها از کشورهای خوب دنیاست، خیلی خیلی پیشرفته است، همه سطح سواد اینا بالاست، ولی اون موقع اینجوری نبود و آدم با سواد بود زمان خودش، دانشجوان وارد تیم ملی شد، هر روز گل میزد، میذاشت اونجا گل میزد. اما مسئله اینجاست که یه برنامه مثل 90 مجبور بود با حاشیه و چالش همیشه روز ساعت باشه، حالا همش هم بد نبود، همین کیروش پور، شما غرب زدگی این یه جریانه، اینو ازش حذف کنی که
چیزی نه مشکلی نداریم باش. اینم میگم شاید احتمالاً از سر ذوق تولد و اینکه مثلا فلانه که خیلی خیلی آدم احمق باشه اینجوری، یعنی خیلی ساده لوح باشه اینجوری بهش نگاه کنه. ولی این دست زدن ها، این دست رو اینجا گذاشتن ها، این دست زدن رو بغل باباشه، باباش داره دست میکشه دیگه، تو کی دیگه دست میکشی؟ بلا من بودم میزدم دست تو صورتش، پفیوز باباش اینجا وایساده بغل کرده، تو چی؟ تو هم بغل میخوای؟ میگم این شاید احتمال اصلا هیجانات و شوق اینا، نفهمیدن این چیزا، فکر نکرده بابا یکی داره اینو نگاه میکنه. مسئله خصوصی تو نیستش که مثلا بگی من عموشم، این به من میگه عمو، آی عمو شدیم. دیدی که چقدر آبجی آبجی به قول بچه ها آجی آجی شروع میشه، یا برو برو حالا. من خیلی ناراحت شدم از این قضیه، چون حتی بیشتر از این مسئله تیم ملی اینا شاید رفتم راجع به این حرف زدم. این خیلی عجیبه برای من. علی دایی که یه اون بهش اینا گفتن، همین جریان غرب کده بهش گفتن حکومتی مزدور قرآن خونه، نمیدونم فلان نظری بده یا فلان، الان اووردن اینو بردن که شدن اینجا خراب میشید. اینا 200,000 نفر هم نیستن، 200 نفر دور هم جمع شدن خودشون رو زیاد کردن. خنگ فکر نکن مردم اینان، مردم همین بازی همین با ژاپن نگاه کن، از همین سینمایی ها نمیدونم همه اقشار واسه این تیم دعا کردن، سود کشیدن، جیغ کشیدن، بعضی شهرها بیرون ریختن، خوشحال شدن. یارو فوتبالی نبود بهش میگم بازی رو دیدیم حال کردم، کف کردم، این ژاپن فلان فلان شده رو بود، خوشحال شدن مردم اینان. اشتباه به عرضت نرسونه آقای کیروشی بور، اخصا اون موقعی که تیم ملی میخواستی چیز بشی یادت رفته اینجا چیکار کردن باهات؟ علی کریمی یادت رفت اون اواخر بازی تو تیم ملی مجبور به خداحافظیت کردن؟ یادت رفت 30 و چند سالت بود خداحافظی کردی؟ الان بیا ببین اسطورایی که الان هستن چند سالشونه دارن بازی میکنن؟ پدرت رو در آوردن مجبور کردن گفتن فلانه به درد نمیخوره. اتفاقا من همیشه میگفتم آه علی دایی ایران گرفت دیگه، نمیدونم دیگه مهاجم اونجوری نداشتیم، تیم ملی رو گرفت. ولی الان دیدیم که چون خودش هم چیز شد اون آه خونسا شده رفته، به قول مهاجم های خیلی خوبی داریم. و الان حرفام خیلی بی سر بی در و پیکر و از همه طرف بود، میدونم این صدا لامصب توی مانیتورم، مانیتور منظورم هدفون مانیتور صدام قطع و وصل میشه، اعصابم به هم ریخته، تمرکزم به هم ریخته و مسئله همه جانبه باید بهش نگاه کرد. نشنه آخه نشنویم هم قطع میشه، بعد دیگه باید هی دوباره ور برم باش چیز بشه، صداش میوت نشه، چیز نشه، نمیفهمم که قطع یا نه. مجبورم که همینجوری فعلا تا ببینیم خدا چی میخواد. به هر حال من خیلی دلم از این قضیه میسوزه و امیدوارم بچه های تیم ملی این روزا حواسشون باشه. دمتون گرم، دشمن شاد نکردیم خودمون و خودتون ها. ما ها همیم، آخونداییم، هممون آخوندیم. آقا بگیر اون اولشو بگیر، بگو جمهوری اسلامی. آقا جمهوری اینا مشکلشون با علیه، مشکلشون با هویتته، هویت ایرانی اسلامیته، به هیچی راضی نمیشن، تیکه تیکت هم میکنن آخرم راضی نمیشن، تا له و لوردت هم کنن راضی، اینا راضی نمیشن. نگاه کن به غزه دارن چی کار میکنن، اینا سرخطشون همونجا دارن خط میگیرن. مردک پوفیوزه میرزایی و این پوفیوزه، ببین بچه بدبختی رزالتی افتادن، فکر میکنه خودش راضیه؟ فکر میکنه مزدک دوست داره اینقدر کثافت باشه؟ هیچ فاحشه‌ای که داره بهش تجاوز میشه راضی نیست اون لحظه بهش تجاوز شه، مجبوره. اون لحظه که داره تجاوز میشه گفتم، ها آدم هرزه زیاد داریم که خب از تجاوز شدن لذت میبره. الان این واقعا یکی مسئله در کنار این اتفاقی که با علی دایی کردن با شما نکنن ها. رامین رضایی خیلی خوب فهمیدی این بار، فهمیدی چرا یه عده ذره به زنگاه ها یه دلار رو بازی میکنن که نیاد کسی پشتتون ها، گوله اینا رو نخوری واسه انتخابات بری پشتشون دوباره اصلاحات کنی یا لیبرال لیبرال ها رو چیز کنی ها. حواستون باشه دوباره نندازن جلوتون، نرید سرود تیم ملی رو نخونید. دیدی اونی که پشتتمون بچه شهیده بود،
خانواده شهیده بود، بسیجیه بود، آخونده بود، مذهبیه بود، تو حیات ها برات دعا کردن، پای نمازش برات دعا کرد. من بودم آیت الکرسی از دهنم نمی افتاد تا آخر بازی. دست به دعا شدیم برای موفقیت شما. شما میری جام میگیری، کاپ میگیری، فلان میگیری و شادی رو تو جامعه پرورش میدی، اول آخرش خیرش به خودت هم میرسه دیگه، تو خود منی تو. حالا ما به ما مالی نمیرسه، مالیش به تو میرسه، نوش جونت. من میخوام بگم حواستون باشه، این دفعه حواستون بود چون یکی بالا سرتون بود. خدا خیرش بده این آقای قلنایی ها. اگه کیروش بود الان خیلی قضیه فرق کرد. تو همه موارد و مسائل اینه که هممون نگاه به خودمون داشته باشیم. آقا من همینجا مسافرکشی اینجا رو ترجیح میدم به اینکه برم هیئت علمی دانشگاه خارجی باشم. ترجیح میدم. پا به پای هم زحمت بکشیم، قدم به قدم بذر و امید و میتونیم و فلان، این همبستگی تو محیط جامعه ایجاد کنیم، درست میشه بابا. همه چی درست میشه. خیلی مخلصیم، حرف زیاد زدم. و آقای علی دایی، من واقعا از علی دایی خیلی دلم میسوزه براش. آدمی که تو فوتبال نخبه است، توی کار تجاری سوراخو پیدا کرده، سوراخو پیدا کرده. رفته دست گذاشته، حالا اون تیراژ ها اینا مشکل باش دارن، مسائل فساد این چیزا داره، اینا با عزر و نش دارن، منافعشون به خطر رسید، یه روز شدن بی حکومتی و فلان. ولی همه اینا اثر ابلهیتش، اثر نفهمی، اثر بیشوریش. تو فوتبال نخبه است، ولی تو خیلی چیزا احمق و سفیه. دیدی چطوری مسخره عام و خاصش کرد؟ یه فردوسی پور اسکول مورد دخترش تو برنامه دست میزنه، فلان میکنه، چهار تا ویو بگیره که اسمش رو زبونا بیافته، با اون برنامه مزخرف. مزخرف داریم. من دارم بدون هیچ امکاناتی برنامه، حالا مخاطب ندارم، ولی اگه اون شهرت رو داشتم 100 برابر اون کارم به قولی چیزتر بود. تازه تو حوزه‌ای که طرفدار نداره، تو مسائلی که حرفام حرفای مخاطب پسندی نیست، زیر بغل زیر بغل مخاطبم هم هیچ وقت هندونه نذاشتم، هیچ وقت هم نگفتم دم شما گرم، حمایت میکنید، فلان میکنید، نمیکنید، هیچ کاری نمیکنید. این کارا آخر عاقبت نداره. هر جا هم به آدم برسه، آدم به هر حال چپ میکنه. خدا به ما رحم کنه، به هممون رحم کنه. دعا میکنم آخرش واسه علی دایی، حیف، خدا حفظش، خدا اولا بچهای تیم ملی رو حفظش کنه، حفظشون کنه برا ما، فردا نشن علی کریمی، تاج سرمون باشن، مایه افتخارمون باشن، نه مایه ننگمون. کما اینکه بازی دیروز بهشون افتخار کردیم، از همه لحاظ سرودشو خون، دعاشو کرد قبل بازی، سجدهشو کرد، خدا پای کار. اینا پای کار انقلاب اسلامی. بخوره توی بهمن تو سالگرد شکست استعمار زدیم، مدل توسعه استعماری رو شکست دادیم. خدا خیرتون بده. اتفاقا مدل انقلاب اسلامی بود که شکست داد مدل توسعه استعماری ها. دمتون گرم، دست علی به همراهتون باشه، خدا خیرتون بده. و دعا میکنم خدا امثال علی دایی هم به ما برگردونه. من کاری با مسائل اقتصادی و تجارت و این کارهایی که میکنه رو اونا رو کاری ندارم. الان این مهمتره، توی مسئله سیاسی اعتقادیه رو برگردیم. تو قرآن میخونی نزد زنت خرد کنه، کیروشی پورا خرد کنن، فلان کنن، غیرت رو ازت به جامعه فمینیستی که بزنه پس کله مرده همه چیزش رو ازش بگیره، یک قشری از این چیزهایی که با چیز زنها چیز میکنن، مردونگیشون رو حفظ کنن. برادر سینما هم همینطور، آیه تخت بدون علیرضا خمسه هیچ پخی نبود، هیچ پخی هم نخواهد شد. اون سریال پایتخت، اینم در لفافه بگم. خیلی مخلصیم، هر جسد خوب و خوش و خرم باشیم، خدا هممون رو حفظ کنه، اونایی هم که دست دادیم و برگردونه بهمون. پای کار خودمون باشیم، خوب و بد خودمونیم، بعدش مال خودمونه، خوبش هم مال خودمونه. علی دایی بخوره اسطوره خودمون خورده، و این که داره ما رو میزنه بدبختش اینه که اسطوره داره خودمونو میزنه. حالا اسطوره ما، اسطوره چی بابا؟ 4 گل زدی، اصل اسطوره شهید تهرانی مقدمه، ولی به هر حال یه سرمایه دیگه خرجش شده. الان مدل توسعه جهانی داره با این فوتبال سنجیده میشه، خیلی هم مسئله مهمیه، بار هم گفتم. خیلی مخلصیم، تا وقت دیگه. اعصابم خورد کرد این باید کنه، ببخشید. چند روزه میبینید یه ذره تون صدام بده، بس که این قطع و وصل میشه، خشخش میکنه تو این چیزم، تمرکزم به هم میخوره. لذت بردی این برنامه، نوش جونت، لذت نبردی ببخشید. خیلی مخلصین، تا وقت دیگه، عزت زیاد، یا علی مدد.